بریم سراغ رابین. رابین بفرم. سلام، حال شما دوتا خوبه؟ مرسی خوبه. بگو نکته هست. شما چه اعتراضی راجب الکتیو مونارکی داری؟ الکتیو مونارکی به نظرم تناقض داره. یعنی سلطنت انتخابی؟ بله، مثلا پادشاه رأی بدیم انتخاب کنیم. خب من آشنایی ندارم، به نظر من این با تعریف پادشاه تناقض داره. البته ممکنه چند تا پاراگراف خوندم، هولی رومن، حکومت هولی رومن امپایر اینطوری بوده. هولی رومن امپایر اینطوری بوده. خب من آشنایی ندارم، من همین نمیتونم نظر بدم. چه موضعی نسبت به این دوتا آیین مذهب دارین، شینتو و بوداییسم؟ خب این خیلی جالب. شینتو ژاپنیه، بودیزم هندیه، از هند رفت به چی. خب و خب بودیزم خیلی بیشتر، ببین توی چین سه تا عقیده خیلی بیشتر طرفدار داره: کانفیوشنیسم، بودیزم و داوئیسم. توی ژاپن سه تا دین بیشتر از همه رواج داره و اون هست بودیزم، شینتوئیسم، سومیشو یادم رفت، سومیشم یه چیز دیگه است فکر کنم، بودیزم، شینتوئیسم و یه چیز دیگه، آره اونو یادم رفت. ولی شینتوئیسم با داوئیسم خیلی شباهت داره و بیشتر درباره مثلا خیلی درباره قدرت هایی که تو طبیعت وجود داره اونا رو انیمیزه میکنه. انیمیزه فارسیش درسته؟ انیمیزه میکنه و خیلی به دنیای آخرت و اینا خیلی دربارهش کاری نداره. ببین همونجور که توی چین یه چیزی بگم، هم توی چین و تو ژاپن برخلاف عقاید ابراهیمی شما میتونین همه این دین ها رو با هم داشته باشید. خب یعنی مثلا شما نگاه کنید توی مثلا خاورمیانه و کشورهای دیگه که ادیان ابراهیمی دارن، شما نمیتونین هم مسلمان باشین هم مسیحی باشین، درسته؟ ولی شما توی چین شما میتونین هم کانفیوشنیست باشین، هم کانفیوشنیست یه مقدار انجام بدین، هم داوئیسم یه مقدار انجام بدین و هم بودیزم یه مقدار انجام بدین. توی ژاپن هم یک کسی تو ژاپن بگه سومی چیه، تو مخلوطی با هم انجام بدین. تو یک کسی تو لایو چت بگه تو ژاپن سومی چیه، تو ژاپن شینتوئیسم، بودیزم و سومی توی ژاپن. یه کسی اگه میشه به من یه سومین عقیده معروف توی ژاپن کدومه؟ همین دوتا مگه نبوده؟ یکی سومی هم هست، من الان خودم نگاه میکنم چون کسی به من نمیگه. و همین دوتاش هم اگه در نظر بگیریم، شما در برای بودیزم و شینتوئیزم در برای من صحبت کردین، درست؟ ازم پرسیدین، درسته؟ برای همین بودیزم و شینتوئیزم توی ژاپن با هم همکاری میکنن، نه توی چین. توی چین بیشتر به جای شینتوئیسم داوئیسم رو داریم و خیلی جالبه، داوئیسم توی چین همون رولی رو داره که شینتوئیسم تو ژاپن داره. خب و وقتی که داوئیسم و وقتی که شینتوئیسم و بودیزم و یه جا با هم باشن مثلا تو ژاپن، کار شینتوئیسم بیشتر تمرکز شینتوئیسم میشه روی چیزایی که این توی این دنیاست و بودیزم برای دنیای آخرت، برای مرگ و یعنی فیونرال و اینجور چیزا، بیشتر دنیای آخرت، رابطه با کسایی که مردن، در برای این چیزا بیشتر استفاده میشه. ولی یه اتفاقی که افتاد توی ژاپن اینه که به جای اینکه شینتوئیسم و بودیزم با هم رقابت بکنن، با هم قاطی شدن. خب یعنی مثلا بودا شدن کمی شینتوئیسم و کمیای شینتوئیسم هم رفتن شدن تو بودیزم، چیزای خاص خودش شده. و اگر نگاه کنیم کلین معبدهای توی ژاپن یه قسمت شینتو داره و یه قسمت بودا داره. ولی جنگ جهانی دوم که شد، ملیگرایی ژاپونیا باعث شد که اصلا قبل از جنگ جهانی دوم، تو جنگ توی ژاپن یه مقدار ملیگرایی که رشد کرد. یه چیز خیلی جالب به همتون بگم، تو ژاپن وقتی که ملیگرایی شروع کرد رشد کرد، دولت ضد بوداییست شد. خب برای اینکه بوداییزم یک دین خارجیه و هندیه. خب متاسفانه پریدین برام، پریدین دوباره اومده. خب
خیلی خوب. بقیه تو لایف شنیدم. ببین من میگم که توی ژاپن، خب توی قرن بیستم، یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد این بود که ملیگرایی انقدر رشد کرد که دین بودویزم و دولت علیه شروع کرد جنگیدن و خیلی کسای دیگه، برای که بودویزم یه دین خارجی بود و شینتویزم یک دین ژاپنیه، خب یک دینی که از اصل ژاپنیه و کلی معبدای شینتو رو بودایسم رو اومدن خراب کردن و خیلی دولت چین فوکس کرد، تمرکز کرد روی شینتو و اینو به عنوان یک دین ملی استفاده کرد برای افزایش ملیگرایی. یعنی دین شینتو توی ژاپن مثل ملیگرایان ایرانی که میخوان از دین زرتشت، یک دینی که از اصل ایرانی هست، استفاده میکنن از دین زرتشت برای رواج ملیگرایی. توی ژاپن هم ملیگراها میخواستن از دین شینتو که یک دین به طور از اصل ژاپنی هست بیان استفاده کنن برای رواج دادن ملیگرایی توی ژاپن، خب علیه بودیزم. خب البته الان دیگه بعد از اون، بعد از اینکه ژاپن تو جنگ جهانی دوم شکست خورد، دیگه این تموم شد. الان بودیزم دوباره رشد کرد تو ژاپن. بودیزم خیلی طرفدار داره، نمیشه جلوشو گرفت. توی آسیای شرقی بودیزم به شدت طرفدار داره. یک اتفاق ببینید، توی شینتویزم، اون دولت ژاپن تو جنگ جهانی دوم از شینتویزم استفاده کرد که بگه امپراتور ژاپن یک خدای شینتو هست. خب و وقتی که تو جنگ جهانی دوم هم شکست خورد، یعنی یکی از اون مجبور شد که بیاد بگه که من خدای شینتو نیستم، یکی از شرطای شکستش همین بود. کسی پیدا کرد با بک تو لایف چک که بگه تو ژاپن چی هست سومین دینه توی ژاپن که از همه مهمه، که مهمترین سه تا؟ من اینو خیلی دلم میخواد الان سریع پیدا کنم. بابک میتی کسی پیدا، کسی تو لایف چک گفت؟ من داشتم لینک کتاب خونه میذاشتم، بذار ببینم. من این خیلی برام مهمه که سومین دین اصلی تو ژاپن ما همین الان پیدا کنیم به همه بگم. جواباتو دادم ولی به نظر چیزی که میخواست بیا رابین بولدش کردم رو صفحه. نه کانفیوژنیسم ژاپن چینه، کانفیوژنیسم ژاپن نیست. الان من خودم براتون پیدا میکنم یه لحظه، این خیلی مهمه. مراد کانفیوژنیسم اون مسیحیته. نه چیزه رابین، جواب من سوال، جواب سوالتو دادم یا ندادم؟ یه چیزی بگو. محسن میگه شین بوتسو. نه 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 رابین خودت نمیدونی؟ هستی رابین؟ رابین هستی اصلا؟ رفت قد شد. من یه چیز جالب به شما نشون بدم اتفاقا. خب رابین که رفت، یه لحظه نگاه کنید، حتی قارایی که دارن نگاه کنید توی ژاپن، داخلش یک مثلا قار بوداییه ولی درش در شینتوه. خیلی جالب، یعنی انقدر اینجوری با هم قاطی شده. بذار یه چیزی من پیدا کنم. بودا اسکیف. آها پیدا کردیم. It's each man's duty to believe in the Kami, the Buddha, and follow the teaching. نه درست گفتی، کانفیوشنیزم هم تو ژاپن هم هست، درسته. نه درست گفت. کی بود گینه گفت؟ کی گفت کانفیوشنیزم؟ قاسم. آره. ببین یه آره این یه کوت هم هست که میگه وظیفه هر مرد، این هر انسانی این هست که اعتقاد داشته باشه به کامی. کامی همون خدایان شینتو هستن. اعتقاد داشته باشه به بودا و خیلی و راه های کانفیوشیوس رو دنبال بکنه. درسته همون ستا. پس ستا دین توی چین میشه کانفیوژنیسم، بودیزم، داوزم. توی چین این میشه، توی ژاپن داوزم با شینتویزم عوض میشه و تقریبا هم رولش جفت و شینتویزم و داوزم خیلی شبیه هم هستن.